امکان ثبت عکسهایی تو دوربین گوشی های موبایل با پشت زمینه ای تار با نام حالت پورتر شناخته میشه که توی هر برند نام متفاوت داره مثلا توی سامسونگ با نام لایف فوکوس شناخته میشه البته برند ها مسیر طولانی رو سپری کردن تا در نهایت بتونن جداسازی خوبی از سوژه از پشت زمینه داشته باشه و پشت زمینه ای تار با ظاهری طبیعی بتونن خلق کنن از زمان گلکسی S10 ها و Note ده ها سامسون کم مسیر رو جلوتر رفت و یه پا جلوتر گذاشت و این قابلیت رو به ویدیوهاش هم اضافه کرد تا حال و هوایی متفاوت به ویدیوهاش بده قابلیتی که با نام لایف فوکوس ویدیو میشناسیمش حالا میخوام این قابلیت رو با قابلیت تار کردن تصویر سونی آلفا 7 مارک 3 مقایسه کنم ببینم چقدر کار آمده ها بریم بریم ببینیم چه میکنه اما قبل از اینکه شروع بکنیم دو تا نکته رو بهتون بگم یک جاهای مختلفی فیلم برداری کردیم ممکنه صدا برداری عوض بشه قرتن زنیم دو اول بریم این دوتا دوربین رو با هم مقایسه بکنیم توی جدول خیلی ساده ببینیم چقدر با هم تفاوت دارن تو فیلم برداری البته سونی الفا 7 مارک سنسور سیموز فول فریم 24 مگاپیکسل رزولوشن های تصویر برداری 4K 24 فریم بر که اوورسامپل بدون کراپ از 6K 4K سی فریمش اوورسامپل تصویر 5K با 1 و 2 دهم کراپ تصویری افکت رولینگ شاتر به خوبی کنترل میشه ولی خب تو پنهای خیلی سری به راحتی دیده میشه در رزولوشن فول HD دی تا نرخ 120 فریم بر ثانیه میتونه تصویر برداری کنه قابلیت تصویر برداری در کال پروفایل لاگ و اچ داره فوکوس خودکار در حین فیلم برداری به خوبی انجام میشه و قابلیت کردن سوژه ها رو داره فوکس پیکینگ برای راهنمایی بیشتر داره مشخص کردن نقاط هایلایتتونم با حالت زبرا لرزشگیر 5 جهته داره لنزی هم که برای این ویدیو استفاده کردم 2875 تمرون با گوشی دیگه دیافراگم 2 و 8 قیمت تموم شده تقریبا 43 میلیون تومان فقط با دی سونی الفا 7 مارک 3 لنز 2875 تمرون گوشی دیگه دیافراگم 2 و 8 هم حدود 20 میلیون تومان یعنی 63 میلیون تومان اما سامسونگ گلکسی نوت 20 اولترا از اون ور سه تا دوربین داره دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی گوشی دیگه دیافراگم 1 و 8 لرزشگیر اپتیکال داره دوربین خیلی عریض 12 مگاپیکسلی گوشی دیگه دیافراگم 2 و 2 دوربین پریسکوپ 12 مگاپیکسلی با بزرگنمایی 5 برابری رو اپتیکال گشودگی دیافراگم 3 لیزر فوکوس خودکار دوربین سلفی 10 مگاپیکسلی رزولوشن های تصویر برداری 8K وو 24 فریم بر نسبت تصویری 16 به 9 و 21 به 9 4K رو در نرخ 60 فریم بر میگیره در صورتی که سونی 3 فریم برسانیه میگرفت در رزولوشن فول اچ تا 60 فریم در حالت عادی میتونید فیلم برداری کنید قابلیت فیلمبرداری برداری پرو هم داره یعنی تمامی تنظیمات دستی رو مثل یک DSLR دارید اما در حالت اسلو موشن تا 240 فریم بر در رزولوشن 1080 فیلم برداری میکنه در حالت سوپر اسلو مو که رزولوشن به HD کاهش پیدا میکنه 960 فریم میگیره که در واقع همون 480 تاست که با فریم سازی نرم افزاری اونو دو برابر میکنه و گاهی سوتیش دیده میشه جالب حالا بدونید اس ده 960 فریم رو به صورت واقعی فیلم برداری میکردن قابلیت تصویر برداری HDR 10 پلاس داره تقریبا مشابه همون کالر پروفایل لاگو اچ لاگی که سونی میگیره اما پیشرفته تر که در مجموع تصاویر جذاب تر با گستره پویایی رنگ ها یا داینامیک رنج عریض تر ثبت میکنه قیمت تموم شده از 34 میلیون تومان شروع میشه تا 47 میلیون تومان بستگی به نسخه انتخابی تون داره اما خیلی از این امکانات رو شما در 20 ها هم دریافت میکنید که قیمتش پایین تره تصویری که الان داری می میبینید لای فوکوس ویدیوی سامسونگ گلکسی نوت 20 اولتراس افکت بلار سطح دو اول براتون توضیح بدم اصلا این چطوری کار میکنه ببینید این دوربین یه حسگری داره به نام 3D سنسور که کارش تشخیص عمق میدانی به صورت سه‌بعدیه. یه سری پرتوهای مادون و قرمز پخش میکنه تا سوژه رو به صورت سه‌بعدی تشخیص بده و عمق رو هم تشخیص بده. اینطوری میتونه در آن واحد که شما جابجا جا میشید شما رو ترک بکنه و فوکوس رو روی رو شما به صورت نرم نگه داره. حالا من از فیلم بردار میخوام به من نزدیکتر بشه و یک زاویه دیگه ای رو ثبت کنیم. همه فیکسیم؟ خیلی <applause> خوب این جلوه ای که دارید میبینید باز هم همین افکت همون صد دوربین سونی آلفا 7 سون، مارک 3 فوکال چند چنده 28 اف 28 دو دوربین فول فریم گلکسی نوت 20 اولترا مقایسه رو انجام دادین خیلی خب حالا یه نکته رو توضیح بدم تو استفاده از این افکت ها تو موبایل فرقی نمیکنه هر حالتی که باشه هر چیزی که باشه سلفی پورتری بیوتی هر چیزی که باشه به سمت اغراق نریم چون همه چی خراب میشه لطفا همه چی افزایش بدین حالا دوباره بیارین سطح دو نتیجه چی های فیلم مردم؟ ادامه بده ادامه بده اوکیه اوکیه بگو با همین خنده ادامه بده تو ساعت هفت تقریبا تشخیص مرسا خیلی اذیت بود یعنی خنگ میزد ولی توی ساعت دو به نسبت بهتر عمل کرده به نسبت بهتر بعد دستم چطوریه؟ انگشتام وقتی از صورتم فاصله دارن خب توی تشخیص بعضی انگشتا حتی توی ساعت دو هم دوچار مشکل میشه خیلی خوب خوبه که محدودیت ها رو بدونیم فعلا در این حد محدودیت ها رو بدونین خلاق باشین باش, باش، بهترین تصاویر رو بگیرین اما افکت های بعدیشو رو با هم چک کنیم ده. این افکت بیگ سرکله سطح افزایش بدین خیلی خوب افکت بعدی اینجاست که دیگه تفاوت ها خیلی زیاد میشه و قطعا تو نمیتونی این تصویر رو بگیری ها نظره چیه افکت بعدی گلیچ این افکت مورد علاقه من چندین بار تو استوریام استفادهش کردم تو قطعا نمیتونی اینو بگیری من حتی تو افتر افکت هم نمیتونم اینو راحت بگیرم خیلی سخته خیلی سخته مرسی بابت این تکنولوژی و این تفاوت. حالا دوباره لطفا برگردیم روی بلار سطح دو خیلی خوب می بینید چقدر تصویر گلکسی نوت 20 اولترا با حالت لایف فوکوس ویدیو به تصویر سونی الفا 7 مارک 3 فول فریم نزدیکه بهش میگیم DSLR لایک این یه دوربین و فول فریم داره براتون تصویر میگیره پوش زمینه رو داره بلور میکنه سوژه رو به خوبی جدا سازی میکنه خیلی شاهکاره بریم سراغ بخش بعدی با ما همراه باشین اگر تا اینجا ویدیو حال کردین لطفا ویدیو رو لایک بکنین کانال هم سابسکرایب نکنین سابسکرایب کنین چون کلی از این ویدیوهای جذاب و فان داریم تو زمینه تکنولوژی این بخش جاییه که عاشق عمل کرده دوربین گوشی میشه ببینید فیلم برداری تو حالت ایستا اوکی جذابه اما همه چی خیلی خفن میشه وقتی که بخوای حرکت کنین ولی با دوربین های DSLR حرکت کردن یه کابوس ترسناکه چون که بخوای تصویر بدون لرزش بگیری باید کلی پول لرزش گیر بدی و علاوه بالانس کردنش باتریش اسمبل سختش و حمل و جابجایی خیلی درد سازش همه چی خیلی سخت میشه اما اگر به قابلیت لرزشگیریه دوربین گوشی توجه بکنید همه چی خیلی جذابه تازه این حالت عادی فیلم برداری لرزش این حالت عادی لرزش گیری گلکسی نوت 20 اولتراست است اما وایسین اگر حالت سوپر استدیش رو فعال بکنین اقدام به راه رفتر بکنین حرکت بکنین تو حین تصویر میبینی او خود من چقدر همه چی جذابتر میشه حالا جلوتر یه سری تصاویر هند هلد بهتون نشون میدم که با این دوتا دوربین گرفته میشه بریم اونا ببینیم بریم سراغ حالت بعدی

قابلیت آخر مربوط میشه به هایپر لپس. هایپر لپس تقریبا همون تکنیک تایم لپسه که خلاصش میشه از مجموع عکسایی که ثبت میکنید یه ویدیو تقدیمتون میکنه. رو خیلی دیدین، بیشتر راجبش توضیح نمیدم. اما گلکسی نوت 20 اولترا یه پا جلوتر از مابقی برندها رفته و نه فقط هایپر لپس رو در روز ثبت میکنه، بلکه هایپر رو در شب هم ثبت میکنه. و این هم نمونهش. اینطور ویدیوهایی به شما تحویل میده اما اگر بخوایم قابلیت نوت 20 رو با دی اس رو مقایسه کنیم طبیعتا این برتری های خاصی داره یک نورسنجی دقیقی برای هایپر لپستون میتونید انجام بدید تعداد فریم ها رو مشخص بکنید فاصله بین فریم ها رو مشخص کنید اما یه سوال پیش میاد اون همه عکس و چه مراحلی باید سپری بکنن تا به شما ویدیو بدن بذاریم براتون بگم من برای ثبت یه ویدیوی هایپر لپس یک دقیقه ای بین 900 تا 1800 تا بعد عکس بگیرم تا یه ویدیویی به من بده سی فریم بر ثانیه خروجیش باشه خب هر عکس رای سونی آفا 7 مارک 3 47 مگابایت که 900 تاش میشینه چیزی حدود 42 گیگابایت 1800 تاش 84 گیگابایت حالا تصور کن 900 تا عکس را رو باید بیاری تو فتوشاپت تبدیل به جی پی جی بکنی تازه اگر بخوای به هیچ کدومشون ادیت نزنی ها. بعدش اون رو جی جی کردی مدت زمانش هم کاری نداره میاری تو پریمیر تمام اونا رو وارد میکنی فاصله رو کم میکنی خروج نسبت تصویری رو از 6000 به 4000 به 19 20 در 10 80 بعد تبدیل بکنی بزنی خروجی تا الا لا به تو در نهایت ویدیو رو تحویل بده اما از اون طرف نوتو دیدی به محض تموم شدن هایپر لپسش ویدیو رو بهت خروجی میده آماده انتشار من دیگه هیچ حرفی ندارم خب در نهایت رسیدیم به بخش جنبندی و با قابلیت لایف فوکوس ویدیو شروع میکنیم دیدید که چقدر کارآمد بود برای هر کسی که دنبال خلق ویدیو باشه خیلی خوبه فرقی نمیکنه تک بلاگر باشید فشن بلاگر باشید لایف استایلر باشید گیمر باشید به درد همه میخوره البته خوبه که نقاط ضعفش چقدر سنگینه البته خوبه که نقاط ضعفش رو بدونید از سوژه خیلی فاصله نگیرید یه متر یه احتر... بهترین عملکرد کرده بهتون میده تعداد سوژه ها فرقی نمیکنه همه رو تشخیص میده ولی طبیعتا روی یه نفر عملکردش بهتره نور محیط هم خیلی براش حاوی اهمیت نیست چون با پرتو قرمز با پرتو مادون قرمز سوژه رو تشخیص میده تو هر شرایط نوری عملکرد خوبی داره ولی در افکت ها اغراق نکنید خروجی تصویرش فول بود در نرخ سی فریم برشناسی اما از اون طرف سونی آلفا فول فریم در رزولوشن 4K سی فریم برسنی. فیلم برداری میکرد ما با گوشی دیگه دیافراگم 2.8 داشتیم فیلم برداری میکردیم خب هر چقدر پول بادی بدید دمن کرده بهتری دریافت میکنین لنزم به همچنین ولی من رو لنز 28-75 تمرون که قیمتش در میاد 20 خورده میلیون تومن عمل کردی شبیه به هم گرفتم و واقعا تصویر شبیه به DSLR داده و خودتونم دیدید تازه این فقط در افکت بلار میتونست باش رقابت کنه تو افکت کالر تونو. گلیچ واقعا جای رقابتی وجود نداشت تو بحث لرزشگیری و حرکت با دوربین دیدید که واقعا جایی برای بحث باقی نمیمونه نوت 20 با قابلیت لرزشگیری و اپتیکال میتونه فیلم برداری در رزولوشن 4K نرخ 60 فریم بر ثانیه داشته باشه اما اگر حالت سوپر رو فعال بکنید که با استفاده از لرزشگیر الکترونیکی، هوش مصنوعی و لرزشگیر اپتیکال کمکتون میکنه تا نرمترین تصاویر رو بگیرید، رزولوشن به فول کاهش پیدا میکنه. کمی هم کیفیت کم میشه. طبیعیه. درسته. سونی خودش لرزشی رو اپتیکال داره، پنجه جهتم هست، خوب عمل میکنه ولی واقعا جای رقابت نمیمونه. پس برای یه وسیله کارآمد دم دستی ویدیو رو سری بگیری بری ولاگ بکنی تو سفر ویدیو بگیری خیلی کارآمدتره بدوی سوژه رو بتونی دنبال بکنی خیلی خیلی کارآمده اما بخش آخر هایپر لپس در شب خب طبیعتا تک به تک فریم هاتون رو شما تو دی اس ال میتونید در کمرا را یه ادیت خیلی کامل بزنین بی‌نقص خروجی بگیرید همه چی رو دستکاری بکنید همه چی در اختیارتونه اما تو دنیای امروزی که سرعت عمل حرف اولو میزنه قطعاً برنده گلکسی نوت 20 اولترا است خودتون دیدید چقدر هوشمندانه سریع عمل میکنه و به محضی که هایپر لپس تمام میشه خروجی رو بهتون تحویل میده و این همه مراحلی که باید با این سپری بکنید در این نداری اما حرف آخر گلکسی نوت 20 اولترا یا یه دونه دی اگر دنبال خلق ویدیوهای حرفه‌ای هستید حوصله اینو داری بشینی ادیت کنی دستکاریشون بکنی مثل ماها ویدیوهایی بزنی که خیلی نیاز به وقت و تدوین داره قطعا یه دونه دوربین این هم خوبه ها ولی خب یه کمی محدوده اما اگر دنبال این هستی یه چیزی بگیری ادیت کنی سری آپلود کنی قطعا نوت 20 اولترا تازه خیلی امکانات داره که بهشون اشاره نکردم سه تا لنز داره یه لنز خیلی عریض یه لنز پریسکوپ با بزرگنمایی پنج برابری ما تمامی تصاویر رو با لنز اصلی گرفتیم تازه رزولوشن 8K نرفتیم سوپر اسلو رو تست نکردیم اسلو رو تست نکردیم AR دودلش رو تست نکردیم و او کلی قابلیت داره که تو دوربینش هنوز بهش دست نزدیم از اینا بگذریم میتونید باهاش بازی بکنی اینترنت گردی تلفن باهاش صحبت بکنی خلاصه کلام اگر در سفری اگر خیلی اهل ادیت نیستی قطعا نوت 20 اولترا خیلی مخلصیم اگر از ویدیو خوشتون اومد اونو با دوستتون به اشتراک بذارید ارادتمند شما ابرونی هستید